بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمتاً امروز چون مصادف با تولد حضرت زین العابدین امام چهارم ماست، به همه تبریک میگوییم. انشاءالله که ما هم جوری عمل کنیم که خداوند از ما راضی باشه. طبق معمول دنباله مطالب حضرت آقای دکتر مرعی تابند مجزو علیشا رو تبرکن مرور میکنیم. انشاءالله دقت کنیم که یاد بگیریم و عمل کنیم. او 121 مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد. من همیشه هر سال قصد داشتم که در ایام عید نوروز به مناسبت آغاز سال نو صحبتی بکنم و بیانیه‌ای بدهم و تبریک بگویم، ولی امسال به واسطه کسالت نتوانستم به موقع چنین کار را بده. و وظیفه خودم می دانم، برای خودم تعیین کرده بودم این را انجام بدهم. این است که امروز جبران آن می شود به اضافه به مناسبت فرا رسیدن رسم باستانی 13 پدر هم به آن اضافه می شود، که عملاً اعلام رسمی خاتمه ایام تشریفات عید است. بدین قرار بیانیه‌ای که اکنون می دهم برای هر دو مناسبت است. الحمدلله حالم فعلاً خیلی خوب است و جز کسالت معمولی که به اقتضای سن دارم که سالت دیگری ندارم، و اما ایام عید تا کنون به خوبی گذشت و سلامتم. فقط بعضی اخبار و گفته های بیمعنی شنیده می شود که مرا ناراحت می کند. از آقایان فقرا بلکه از همه تقاضا دارم که گفته ها یا نوشته های منتسب به من را تا یقین ندانند متعلق به من است باور نکنند، برای اینکه یک گروه و عده خاصی میخواهند مرا به جانب سیاسی بودن بکشانند، یعنی میخواهند وانمود کنند و بگویند درویشی امری سیاسی است و من هم فردی سیاسی هستم.
حالان که دیگر برای آنها مسلم شده و فهمیدن که این گونه نیست و ما ذاتاً جنبه عرفانی داریم، به طوری که حتی بعضی از نوشته ها و گفته هایشان در خارج از ما با عنوان گاندی ایران یاد کرده و گزارش داده. ما همیشه در این حالت بوده و هستیم و به هیچ وجه جنبه سیاسی نداشته و این نوع مسائل را در عرفان قبول نداریم. بنابراین از فقرا هم تقاضا میکنم که به هیچ وجه در مسائل سیاسی دخالت نکنند. البته فقرا خودشان خوشبختانه تا حد زیادی به این مسئله توجه دارند. نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که وقتی اینها کار و روش ما را سیاسی قلمداد کردند، دشمنان ما هم این پندار را با اشتیاق میپذیرند و حالان که امروز متوجه شده که این گونه نیست. البته طبیعی است که از گروه های مختلف سیاسی کسانی هم درویش باشند، ولی آنها از این جهت که درویش هستند سیاسی نیستند. در ایام عید هم رجالی از گروه های مختلف به دیدن من برای گفتن تبریک آمدن و من هم به آنها تبریک گفتم، ولی این قبیل دیدارها به هیچ وجه ربطی به مسئله سیاسی بودن نداشت. اصولا ما از لحاظ اعتقادی چون پیرو مکتب و طریقه عرفان هستیم، در این مکتب و طریقه همواره مخالفانی از قدیم داشته است. اکنون نیز آنها هستند که مخالفت میکنند، ولی این مخالفان مخالف من و طریقه ما نیستند. آنها مخالف این عقیده و این سبک دینداری هستند و معتقدند که نابجاست و میخواهند آن را از بین ببرند و الا به هیچ وجه سخنی از این که با من سوء قصد یا تروری بشود یا شده نبوده است. البته من در کمال امنیت قبلا مسافرت های کرده و اکنون رفت آمد میکنم. ایام عید را هم با موفقیت و خیلی خوب تا کنون گذرانیدم. البته پیش از این از مرحوم پدرم حضرت آقای صالح علی شاه شنیده بودم که در اوائل احراز مقامشان که مطابق بود با اواخر زمان جا قاجاریه، جنجالهای آن ایام همیشه دچار ترور بودن و پیش از ایشان هم مرحوم آقای نور علی شاه هم دچار همین مشکلات بودن، ولی نه اینکه کسانی میخواستن آنها را ترور جسمانی کنند. آنها با این عقیده مخالف بودن. مخالفین این عقیده الان هم هستن. پس اگر کسی از جانب خود سخن از ترور من گفته بی جهت هست. چنین چیزی نیست. همه بدانند که اگر هم تروری باشد، این ترور، ترور عقیدتی است. به حمد الله در منزل من همیشه باز است و کسانی که میخواهند ملاقات کنند میآیند و تا کنون کسی از ناامنی شکایتی نکرده است. حال اگر کسانی برای شور و دعوای خودشان لغت حذف را معنی نادرست کردن
یا لغت حصر را به کار برده ام، من هرگز اصطلاح حصر را به کار نبردم. در هیچ کدام از گفته ها و کتاب ها و نوشتجات هم نیز که وجود دارد چنین چیزی گفته نشد. و الان هم که در اوقات مشخصی دقیق و روشن صحبت می کنم، به هیچ وجه از این تعبیر استفاده نمی کنم و همواره از مأمورین امنیتی متشکرم که امنیت را کاملا حفظ می کنم و الحمدلله با ما فعلا روابط خوبی هم دارند. اگر هم مدت کوتاهی اشتباهی شده بود، ولی بعداً مرتفع شد. به همین جهت حتی توقع نداشتم از وزیر اطلاعات که مثلا یک کلمه به عنوان مخالفت با عرفان بگوید. البته ما نمیگوییم که شما هم اهل عرفان باشید، ولی میگوییم که همه ما ایرانی ها یکی هستی. ما به همه انسان ها و ایرانی ها به نظر مهربانی و برادری نگاه میکنیم. بنابراین به هیچ وجه نباید اختلافی باشد، به خصوص در این دوره که رجال دولتی و حکومتی ما رجال مذهبی هم هستند. مثلا با مراسم مذهبی عید نوروز را آغاز کردم و از لحاظ دولتی هم در انجام مراسم عرفانی کاری نداشت، چون می‌دانند مراسم مذهبی است. از این جهت ممنونیم و امیدواریم همانطور که در همه امور ما می‌خواهیم تکامل پیدا شود، در این قسمت هم انشاءالله تکاملی پیدا بشود که امنیت همگی به خوبی حفظ شود. در خاتمه از همه شما برادران و خواهران ایمانی تمنا دارم بی جهت مطالبی را که نمی دانید تکرار و منتشر نکنید. آنچه را هم که می دانید اگر اشتباه است نگویید و تکرار نکنید که به نام شما بسته می شود. انشاءالله سال نو را با موفقیت آغاز کنید و همگی به سلامت باشید. حاج دکتر نورعلی تابنده، ششم فروردین. انشاءالله که ما هم دقت کنیم که این دستورات که داده میشه عمل کنیم. خواننده کی داریم؟